چی شد؟ چرا وایسادی؟ یه لحظه فکر کردم مردی. نه، یعنی اگه خدا بخواد هنوز زندم، خدا رو شکر. چرا اینطوری گفتی؟ نکنه واقعا مردم. خدای خودت کمک کن. نه بابا، انقدر با سرعت رفتم که آسفالت گریهش در اومد، ولی تو گریه نکردی. برای همینم ترسیدم یه وقت نمرده باشی، وگرنه نشده تا حالا دختری سوار ماشینم بشه و جیغ نزنه. یعنی اینقدر با سرعت میرفتی متوجه نشدم. وای 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 وای، برای اینکه تو متوجه بشی باید دیوار صوتی رو بشکنم. ببین دروغ جون، آره درسته، من یه پرستار سادم. تای هیجانم هم میتونه فقط این باشه که راه رگ بیمارا رو باز کنم. درست میگی، اما این به این معنی نیست که من سرعت رو دوست نداشته باشم. تازه برعکس، خیلی هم خوشم میاد. یه لحظه فکر کردم داخل یه راکتم که دارم به فضا پرتابم میکنم. واقعا جدی میگی؟ پس داخلت یه توده آدرنالین وجود داره که ما ازش خبر نداریم. خواهش میکنم یه بار دیگه تکرارش کنی. نه دیگه، باید بریم تو شهر تا به مهمونیمون برسیم. میخواستم بترسونمت، برای همین اومدم تو اتوبان خلاقی، ولی این تو بودی که منو ترسوندی. برای مهمونی حاضری؟ اومدیم. حالتون چطوره؟ خوبم، تو چطوری؟ بیا بغلم ببینم. تو چقدر لاغر شدی عزیزم. وای خیلی خوشگل شدی. بشین. سلام خوشگل خانم. خوش اومدین. دروک جان، این دختره با مزه کیه؟ سلام، من اصلیم. ما همدیگه رو میشناسیم؟ نه همدیگر رو نمیشناسیم، ولی من شما رو میشناسم. راستش من دوست حیاتم، شما رو هم خیلی دوست دارم. منم عزیزم تو خیلی دوست دارم. دختر شبیه مرباس. دروغ جان خیلی شیرینه. آره همینطور. خیلی خوب، شما بشینین خوش بگذرونین، منم الان میام پیشتون. ببین کیا اومدن. خوش اومدین. واقعا کیا اومدن؟ ایشون دوست پسر امشب من. خودت میدونی که. آه فهمیدم. تو با یانیک اوغلو. خوشبختم منم ابراهیم کارا هستم. ابراهیم جان تو برو پیش بچه ها، منم الان برمیگردم. باشه. نگرانم یه وقت نقشمون نگیره. نگران نباش گنجوشم، من مثل کیسه هوای ماشینم، تصادف کنی هم هیچ چیز نمیشه. اومده؟ نه. اگه نیاد چی؟ ما داریم باهاش میجنگیم. مراد هیچ وقت شکست رو قبول نمیکنه، و یا اینکه فرار کنه. میاد. تو به همه اعتماد کن. گفتم که در مورد انتخابم عجله نمی کنم، مثل شما سریع تصمیم نمی گیرم. انگار رابطه عشقی با هم دیدم. دیشب که با هم بودیم همش کنار حیات بود. حیاتم کلی باش گرم گرفته بود. دروک با یه دوستش به اسم آسلی میاد، حیاتم با یه دوست تبلیغاتش میاد. تو چی؟ بالات. منو تو این روز حساس که قرار تصمیم بگیرم آوردی منطقه بالات. آره خیلی جالبه. چه برنامه ریختی کرم جان؟ ببینم نکنه از اونجا قرار ارکستر بیاد بیرون ها؟ نه، از اونجا فقط میتونه یه همسایه قدیمی بیاد بیرون که سلام میکنیم. همه خاطرات بچگیم تو کوچه پس کوچه های اینجا هست. به میگن آفرین کرم، عجب دختری گیرو بودی. باید هم اینجوری میگن ای پک. ببینم، یعنی تو اهل اینجایی؟ آره، مگه نگفتی باید یه ماه بشناسمت بعد تصمیم بگیرم؟ بس باید تو این کوچه ها قدم بزنی تا منو بیشتر بشناسی.
چون که من متعلق به اینجا به دنیا اینجا بزرگ شد. تو این کوچه ها فوتبال بازی کرد. برای اولین بار تو این کوچه آقای موشک بازی کرد. یه عموسامی داشتیم با بچه ها تو کامیون همون بازی میکردیم. دقیقا همینجا پارک خودش اینجا. بیا بذار به اینا نشون بدم چطوری گل میزنم. زود برمیگردم باشه؟ ها آخه چی کنم رو دست بسی برمیاری کرم؟ نزو بگیره پاس بده کردی؟ زنده بازی نکردی تا حالا؟ خواهر پاس بده پاس بده پاس بده نزن بزن 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 پاس بده پاس بده به منم به منم به منم به منم بنداز اینجا گرفتم بزن اینجا پاس بده دیگه. این طرف چی کار میکنیم؟ داری بعد بازی میکنیم. پاس بده پاس بده زیاد وقتتون رو نمیگیرم. من مهمونیای بدون هیجان رو اصلا دوست ندارم. مثلا من امروز غذا درست نکردم اما الان تو آشپزخونه همه ی مواد برای لازانیای ماهی، استیک اردک، استیک گوشت وجود داره. باید بگم الان یه کمی گرسنه شده، برای همین باید چیکار کنیم؟ اونایی که ادعای آشپزی دارن رو میفرستیم آشپزخونه. آخر شبم امتیاز میدیم تا شاه و ملکش رو انتخاب کنیم. چون من فقط غذا خوردن رو دوست دارم پس از الان کنار میکشم. من خودم غذای خودم رو نمیتونم بخورم، واسه همین منم کنار میکشم با اجازتون. منم که فقط بلدم صبونه درست کنم، اونم که الان نمیشه. منم خیلی بلد نیستم ولی میتونم از محصولات دریایی غذا درست کنم. پس اگه اینطوریه بسپارش به من ابراهیم، چون تو این زمینه هم ادعا دارم و هم استعداد. Aşk laftan anlamaz.